سلام دوستان عزیز خوش آمده این به یک ویدیو دیگر و در این ویدیو یوتیوب یک آپدیت از اقتصاد کلان کل بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین تتر ایتریوم و بعضی از آل کوین ها رو برای شما میدم سخت برتان پیشنهاد میدم این ویدیو یوتیوب تا انتها با من همراه باشین این ویدیو پر از خبرهای مهم مارکت هم. قبل از شروع ویدیو مثل همیشه برای حمایت کانال کافی فقط روی دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین تا هر بار من یک ویدیو جدید در کانال آپلود کردم شما بیخبر نمانید هم لحظه که من ویدیو رو بر شما میگیرم بیت کوین روی 20846 دلار هستند دیشب بیت کوین تا 21446 دلار بالا رفت در 24 ساعت گذشته بالاترین قیمتی که بیت کوین دیدم 21446 دلار بوده پایین ترین قیمتی که دیدم 20511 دلار فعلا روی 20800 دلاره و تا اینجا بازار کریپتو خوب دیده میشه ایتریوم فعلا روی 1547 دلاره دارایی کل بازار کریپتو 1.02 دو تریلیون دلار 1.4 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته دامینانس بیت کوین 397 درصد مال ایتریوم 18.3 درصد حجم معاملات کل مارکه 68.5 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته شاخص دلار در حال حاضر روی 102 هسته دیروز یک مقدار پایین رفته بود ولی پس دوباره کوچیک رشد کرد الان روی 102 هسته اسن روی همون قیمت جمعه هفته پیش چون تا هنوز بورس آمریکا باز نشده هنوز روی 3999 دلار هسته این هفته ما چند تا خبر مهم چند تا ایونت مهم از اقتصاد کلان و بازار بورس داریم که 100 درصد میتونه روی بازار بورس و ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارم اول این هفته خورد فروشی آمریکا میه که خرده فروشی آمریکا بیشتر وضعیت اقتصادی خود شهروندان آمریکا و بازار کاری آمریکا رو نشان میده که میتونه روی بازار بورس و دیجیتال تاثیر کوچیک بگذاره حالا ببینیم چطوری میایه دوم در این هفته گلدمن ساک مورگان و نتفلیکس و بعضی شرکت های بزرگ آمریکایی صورت درآمدشان از فصل آخر سال گذشته اعلام میکنه گرچند مورگان استنلی هم آخر هفته گذشته بعضی از صورت های خود اعلام کرد که تا حد خوب آمد اما گلدمن فکر کنم دومین بانک بزرگ جهان و دومین بانک بزرگ آمریکا که ای هفته صورت درآمد خود از فصل آخر سال گذشته اعلام میکنه و همچنین نتفلیکس خب اینا جز سهام های پی هسته صورت درآمد اینا میتونه روی خود سهام اینا و S&P پی تاثیر بگذاره S&P پی رهبر کل بازار بورس هم و شما میدانید که بازار ارزهای دیجیتال هم اکثریت وقت یا در حال حاضر حداقل از بازار بورس پیروی میکنه دوم بانک آف جاپان بانک مرکزی جاپانی هفته جلسه داره در مورد تعیین کردن سودی ییلد یا همو اوراق قرضه که تصمیمات اینا میتونه روی بازار بورس تاثیر بگذاره چهارم چین یه هفته جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی خود از کامل سال 2022 دو دور اعلام میکنه چین دومین کشور بزرگ جهان است از هر نگاه به خصوص جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی پنجم این هفته در سوئیس ورد اکونومیک فورم مجتمع اقتصادی جهانی یک جلسه داره که اونجا رهبران بانکهای مرکزی رهبر تمام بانکهای مرکزی اونجا گرده هم جمع میشن در مورد سیاست های پیش صحبت میکنه و این جلسه اینا بعد از کووید هست بعد از دوران کرونا هستن و خب صحبت های رهبران بانک های مرکزی شما میدانید که همش وقت تاثیر داره روی بازار هم بورس هم بازار ارزهای دیجیتال خب هر خبر مهم بیه حتما من برای شما در اینستاگرام استوری میکنم پس لطفا اگر مرا در اینستاگرام ندارین اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام در نام یوتیوب مشتاق کپیتال هستم قبل از اینکه من در ادامه ویدیو بپردازم میخوایم اینجا یک تیکه از صحبتهای لاریفینگ بزنسمن میلیاردر سرمایه گذار بنیانگذار و مدرامل بلک راک برای شما پخش کنم بلک راک دیگه میشناسین این بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان که بیش از ده تریلیون دلار پول زیر مدیریت داره این صحبتهای لاریفینگ در مورد ارزهای دیجیتال و آینده ارزهای دیجیتال دوستان من همون نراتیو یا کلا براتان بگیم ذهنیت مردم داره تغییر میکنه چرا چون وقتی یک شخص مثل بلک راک میاد چه صحبت های در مورد کریپتو میکنه معمولا مردم گوش میده معمولا منبع خبری پوشش میده همه در موردش صحبت میکنه درسته صحبت های لارفین گوش بدین که خیلی جالب و مهمه This is one of the idea blockchain for securities I look forward to the day when we can tokenize stocks and bonds that every stock and every bond we could identify immediately who is the beneficial owner and this is why we're working on it and every beneficial owner from an individual to an institution have the ability to vote to democratize every single vote and that's where we want to take this and, and we're leading that effort <laughs> و سهام بیای توکن بشم دلیلش جایی که ما بفهمیم که قاسم کی از غره منظورم یعنی همون قمی که ما داخل بازار ارزهای دیجیتال ولی هر کس میتونیم بریم ببینیم و اکثریت صرافی ها پروتکل ها کمپانی ها میتونیم ببینیم و لاریفینگ میگه من منتظری همچین چیزی برای اوراق و بازار بورس هستم یعنی سهام بیای توکن بشه که ما بتونیم همه چیز وریفای کنیم همه چیز تایید کنیم و مثل داو مثل داو پروژه ارزی دیجیتال سهامداری یک شرکت سرمایه گذار اوراق حق رای دادن نداشته باشه همون قمی که فرض مثال یا برای مثال چند وقت قبل کاسموس میخواستن یک تغییر روی شبکه کاسموس بیارن اونجا رایگیری کردن و کیمینیتیش سرمایه رای مخالف دادن کاسموس مجبور شد که دست از برنامهشان برداره یعنی مثلا در آینده تمام تصمیمات که برای مثال بلک راک میخوای برای بلک راک بگیره باید توسط رای دادن مشتریان و سرمایه گذاران بلک راک انجام داده بشن و شما تصور کنین که یعنی اوراق و سهام بیاید توکن بشه اون وقت کجا ساختن میشه خب یقینا می روی بلاک چین ها روی پروژه ارز دیجیتال ساخته میشه با استفاده از فناوری بلاک چین ساخته میشه چقدر تاثیر میتونه روی کل مارکت بذاره؟ کلا همو ذهنیت یا همو چیزی که همه جای مردم بشینه و فرض مثال سهام ما در روی بلاک چین ساخته شده اوراق ما در روی بلاک چین ساخته شده و لاریفینگ میگم چنین چیزی اتفاق میفته یعنی همچین چیزی اتفاق بیفته بدانی که خبر بسیار بزرگ برای بازار ارزهای دیجیتال هستن اینجا شما مارکت کپ یو و یو اس دی تی رو میبینید چرا مارکت کپ مهم است وقتی که وضعیت مارکت خراب میشه خب اون وقت ما تو حسن قاسم بیت کوین ما رو اتریوم ما رو مفروشیم تتر نگه میداریم درسته یو اس دی سی نگه میداریم بی نگه میداریم اون وقت مارکت کپ اینا رشد میکنه و زمانی که منظور زمانی که مارکت خراب میشه زمانی که مارکت رو به رشدن رو به صعودن خب مارکت کپ اینا کم میشه اون وقت ما تو یو مار USTC مار بی مار میریم بیت کوین خرید میکنیم تریوم خرید میکنیم بعد ارز های دیگه خرید میکنیم بر اساس تحلیل ویل کلمنته مارکت کپ یو و یو بر اساس گذشته در حال پایین دفتن هستم وقتی مثلا مارکت کپ یو و یو سقف جدید میزنه کفای مارکت برای ما سیگنال میدن وقتی که مارکت کپ های یو سی و اس تی کف میزنه اون وقت وقتی هست که مارکت سقف میزنه منظور میگیرین این, این مکوس کار میکنه مارکت کپ اینا رشد میکنه مارکت مرا پایین یا زمان مارکت مرا پایین مارکت کپ اینا رشد میکنه زمان مارکت کپ اینا پایین مرا قیمت هر سای رشد میکنه و نشان میده که الان مارکت کپ یو و یو در حال پایین آمدن هستن دیگه ببینیم چی اتفاق افتاد و شاخص ترس و تمه بیت کوین هم الان خیلی خوب شده الان نیوترال یعنی طبیعی هسته و اینجا برگرده دیگه بچه ها مطمئن باشین که یوفوریا پس کم کم میه داخل مارکت یعنی ترس از دست دادن بعض مردم اما ترس میگیره که بیا بریم خرید کنیم تا قبل از این قیمت ها نرفته بالا هرچی که یک مقدار مردم بیشتر به قیمت بیشتر روش میکنه ترس و هیجان مردم بیشتر میشه ولی ما یک مقدار فاصله داریم از اونجا معمولا وقتی که شاخص ترس دامه روی 70 آدنا بیاید دیگه اون وقت وقتی هست که باید آمار که خطرناک میشه اون وقت وقتی است باید کم کم شروع به خروج کردن کنی شروع به فروختن کنی دیگه الان طبیعه من تا ترس زیاد هم فعلا زیاد داخل مارکت نیست زیاد سرمایه گذاران ترس نداره آدرس هایی که حد یقل 100 تا بیت کوین به بالاترین سطح 14 ماه گذشته خود رسیدن 73 آدرس در حال حاضر 16173 نفر حداقل 100 تا بیت کوین داره بالاترین صد بعد از سال 2021 اینجا رو ببینید دو اشاری 6 میلیون از کوین های بیت کوین ده سال میشه که 2.6 میلیون از کوین های بیت کوین اصلا جابجا جا نشده بله ده سال میشه که دو اشار میلیون از کوین های بیت کوین اصلا تکان نخورده اصلا تکان نخورده خب این کوین از دست داده شده هسته چون خیلی ها در شروع زم... کسانی که بیت کوین خرید کردن زمانی بیت کوین یک دلار بوده تصور که بعضی ها اونجا ده هزار دلار صد هزار دلار بیت کوین خرید کردن خرید کردن کیفی پولشان از دست دادن فراموش کرده منظور می چیزها خیلی داخل کریپتو بیش از دو میلیون کوین های بیت کوین دور از دست رسن. دیگه الان نمیتونن به کوین هایشان دسترسی پیدا کنه و کوین ها برای همیشه وقت از دست رفته هستن ایتریوم دو یا همی زمانی که ایتریوم از پرو ورک تبدیل شد به پرو استیک در حال حاضر 16.06 میلیون از کوین های ایتریوم استیک شده هستن و این هر روزه فقط در حال رشدن فقط در حال رشدن رشدش بیشتر از هر وقت دیگه با دلار به عرضش 25 اشاری 11 میلیارد دلار از کوین های ایتریوم استیک شده است با اینکه فکر کنم در برابر 15 درصد فقط از کوین های ایتریوم استیک شده اما ببینید 16 میلیون از کوین های ایتریوم استیک شده است. استیک شده هست در حال حاضر مدل به 25 اشاری 11 میلیارد دلار و هنوز کسانی که ارز ایتریوم شان استیک کرده خب 100 یعنی 100 درصد مطمئن نیست که دقیقاً چی وقت میتونه پس دوباره کوین هایشان بگیره ولی پتانسیل ببینین آینده رو ببینین وقتی شانگهای های تریوم انجام دادن بشه شاید در کوتاه مدت یک تاثیر منفی روی مارکت بگذاره ولی 100 درصد در, صد در بلند مدت چیز خیلی خوب هست برای تریوم آدرس هایی که حداقل هزار تا از ارزی تریوم داره به پایین ترین سطح یک ماه گذشته خود رسیده 6559 آدرس یاد شما میه که امروز آلا بزودی در مورد سیزان چین بیت کوین صحبت میکنم که در این چند روز گذشته یک مقدار از نهنگ های ایتریوم کوین هایشان فرست دادن داخل صرفه احتمالاً همین ها هسته که فروختن حالا دلیلش دقیق معلوم نسته و یکی از دلیل های دیگری که قیمت ارس دیجیتال در این چند روز گذشته رشد کرده آدرس هایی که بین 10 تا 100 تا بیت کوین داره در ده هفته گذشته ها. تمامی آدرس ها اكسادو 600 تا بیت کوین خرید کردن آدرسایی که بین 100 تا 1000 تا بیت کوین دارن در 8 هفته گذشته یادرسا همه با هم 67000 بیت کوین خرید کردن آدرسایی که بین 1000 تا 10000 بیت کوین دارن در ده روز گذشته همه اینا با هم 37000 و 100 تا بیت کوین خرید کردن ویچین نمیدانم چه مقدار شما با ویچین آشنایی دارین ویچین یک از پروژه خوب یک از پروژه قدیمی مارکت لویرال لویرال می ای که یک مقدار علاقه مند فشن اینا هستین لویرال میشناسین دیگه یک از برندهای بزرگ فشن هستن قرار زودی متاورس شخصی خود کلا یک مرکز متاورس شخصی برای خودشون روی بلاک ویچین بسازه و ویچین 4 میلیون دلار از سمت اینا جذب سرمایه کرده برای توسعه کارا یک خبر خوب برای ویچین و یک آپدیت کوچیکم از آنچین بیت کوین برای شما بدم شاخص اس او پی امسو دیدم یک کوچیک پایین آمده ببینیم که میره زیر خط سیاه یا اونجا خود نگه میداره آدرس که حداقل هزار تا بیت کوین داره یک کوچیک خرید کردن یک کوچیک خرید کردن آدرسای کرد قل 10000 دارن دیروز اینا کار انجام ندادن هادر... آدرسای کرد قال 100 تا بیت کوین دارن چند روز گذشته اینا خرید کردن و واریزیتی تیریوم پس تو بر داخل صرافی پایین اومدن خروجی بیت کوین از صرافی کم شده خیلی کم شده این بود از ویدیو امروز ما امیدوار این ویدیو برشما مفید بوده باشه حتما مردن سیگرام فالو کنین ام سی که روی ویدیو گذاشته شده روی کلک کنین برین اپلیکیشن دانلود کنین از آموزش های اپلیکیشن استفاده کنین تا ویدیو بعد خدا نگهدار